میلاد حضرت مسیح آغازی نو برای هموطنان مسیح. زاده و بزرگ شده ایرانند و نسل به نسل در این سرزمین زندگی کردند. قدیمی ترهاشون میگفتند از زمان کودکی به این کلیسا میومدند. از بچگی دیگه، از زمانی که متولد شدیم همین کلیسا. ما کلدانی هستیم، این کلیسای کلدانی و آشوری کاتولیک هست، جایی که حالا دیگه کودکان دیروز رو در قامت بزرگترهایی میبینه که به همراه نوه هاشون به مراسم میان. شیطونی چی؟ شیطونی هم کرد؟ اصلمون ارومیه‌ای هستیم، سالیان بسیار متعدد درازی با همسایه‌های مسلمانمون زندگی کردیم. 25 دسامبر، یک هفته قبل از آغاز سال نوی میلادی، کاتولیکای تهران اینجا در کلیسای حضرت یوسف دور هم جمع میشن برای نیایش و عبادت در روز میلاد حضرت عیسی علیه السلام. هر کی کارم داشته باشه سر کار نمیره، یعنی باید بیایم، جز مراسم واجبه که باید بیایم کلیسا. خب این آزادی هم داریم که در کلیسامون حالا این مراسم رو برگزار کنیم، در سالونامون جشن بگیریم. اسقف بعد از انجام مراسم مذهبی مخصوص این روز از تحولات منطقه گفت و از حاضران خواست به خاطر امنیت ایران و آرامشی که به حلب بازگشته خدا رو شکر کنند. آزادی حلب و به هر حال میدونید که اونجا آشوری‌های بسیاری هستن، بسیاری از روستاهای آشوری در واقع به دست داعش افتاده بود و از بخت خوش حالا آزاد شد. بزرگترین در واقع نوید و ایدی سال همین هست، آزادی حلب. مسیحیان ساکن ایران اغلب ارمنی هستند با جمعیتی حدود 80,000 نفر. کاتولیک‌ها، آشوریان و کلدانی‌ها هم با جمعیتی کمتر از ارامنه در سراسر ایران زندگی می‌کنند. ایرانی‌هایی که هیچ وقت خودشون رو جدا از مسلمان‌های این کشور ندونستند. ما درسته که آشوری هستیم، مسیحی هستیم، ولی مهمترین چیزی که هست ایرانی هستیم. بله. و افتخار می‌کنم تو این کشور جمهوری اسلامی ایرانی ما اینجا داریم زندگی می‌کنیم در کنار مسلمان‌ها. از این تاریخ به بعد مسیحیان ساکن ایران با فراهم کردن بساط کریسمس به پیشواز سال نو میلادی میرن.